بیش از 130 سال پیش، یعنی روز 19 اردیبهشت 1264، میرزا جبار اسکرزاده، معروف به جبار باغچبان، بنیانگذار نخستین کودکستان و نخستین مدرسه ناشنوایان ایران در پایتخت ارمنستان، شهر ایروان، به دنیا آمد. اجداد او از مردم تبریز بودند. پدرش اسکر در ایروان به کارهایی همچون معماری، مجسمه‌سازی و قنادی می پرداخت. باغچبان در سال 1290 کار روزنامه نگاری را که بسیار به آن دلبستگی داشت آغاز کرد و به همکاری با روزنامه قفقاز و نوشتن مطالب فکاهی و سرودن اشعار طنز برای روزنامه معروف ملا نصرالدین پرداخت. و قمشان بود که مهر خاموشی از لبان گنچه های نوشگفته برکند و باغچه را با کلام مهر آبیاری کند. باغچبان این طور می گفت: من دیدم هر باغی یک باغبانی می خواد و هر باغچه‌ای یک باغچبانی. به این جهت از خانواده‌ای که در تبریز بودند و فامیلشون باغچبان بود اجازه گرفتن و فامیل خودم رو از اسکرزاده که فامیل اولش بود به باغچبان تغییر داد. او در سال 1298 به سرزمین نیاکان خود بازگشت و به عنوان آموزگار در مدرسه احمدیه مرند به کار مشغول شد. دیری نگذشت که نحوه کار و روش ابتکاری او در تدریس جلب توجه کرد و به دعوت رئیس فرهنگ آذربایجان به تبریز رفت و در سال 1303 نخستین کودکستان ایرانی را با نام باغچه اطفال در آنجا تأسیس کرد. خانمی آمد و بچه‌شو می‌خواد به باغچه اطفال بذاره. باغچبان میگه من دیدم زیر چادر این یه چیزی تکان می‌خورد، وول می‌خورد. بعد چادر رو کنار زدم، دیدم یه بچه ایست. بچه رو کشیدم بیرون. بعد مادر یک دفعه با حالت اعتراض به من گفت ده خنگه، ده گنگه، نمیدونه این نمیتونه درس بخونه، نمیتونه حرف بزنه، ده خنگه، ده گنگه. باغچبان متوجه شد که این بچه ناشنوا و قدرت تکلم نداره. اینجا بود که گفت ایبی نداره، باشه این بچه هم بیشه من باشه تا بعد ظهر بیا با اون بچه ببر. دست روی بچه رو شد، با بچه مقدار بازی کرد و بچه رو نگه داشت. در 1305 با توجه به حالات سه کودک ناشنوا که در میان شاگردان او بودند، در باغچه اطفال کلاسی مخصوص تعلیم و تربیت کرولال ها تأسیس کرد. در سال 1307 به خواهش رئیس فرهنگ فارس به شیراز رفت و کودکستانی در این شهر بنیاد نهاد. وی پس از 5 سال خدمت در آنجا در 1312 به تهران آمد و با تأسیس اولین مدرسه رسماً به تعلیم و تربیت کودکان کرولال پرداخت. در همین سال بود که برای استفاده شاگردان ناشنوای خود تلفن گنگ یا سمعک استخوانی را اختراع کرد و به ثبت رساند. در سال 1314 از سوی وزارت فرهنگ دستور تعلیم الفبای او که امروزه به روش باغچبان معروف است منتشر شد. از این روش هنوز در کلاس‌های دبستانی و سوادآموزی بزرگسالان استفاده می‌شود. یکی از کتاب‌های او با عنوان بابا برفی توسط کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان به چاپ رسید و شورای جهانی کتاب کودک آن را به عنوان بهترین کتاب کودک انتخاب کرد. دوید پارو آورد، کامبیز بیر آورد، کاوه جارو آورد، هر کدوم هر چی دستشون رسید برداشتن و آوردن. اول برفای وسط حیاتو پارو کردن و برفو با پارو و بیل کوبیدن تا سفت شد. او در 4 آذر 1345 در تهران درگذشت. سمین باغچبان فرزند ارشد جبار نیز همانند او
به شخصیتی تأثیرگذار در عرصه موسیقی ایران به خصوص در زمینه آموزش موسیقی به کودکان بدل شد. سمین باغچه‌بان در سال 1304 در تبریز به دنیا آمد. کودکی خود را در شیراز گذراند و در 7 سالگی با خانواده به تهران رفت و تحصیلاتش را در آنجا آغاز کرد. با کاغذ و نی و چوب کشتی می سازم، اسم ایرانم رو کشتی می زارم. هوا طوفانی شد و کشتیم تو راه، ساحلش دور و راهش گرداب و چاه، کنده شده دکل و پرچه و برجش، بیا کشتی رو چوبت خاتم بشونم، رو دیوارت نگین و مینا بشونم، ببافم بادبونت ببندم از نو، بشینم روی موج و دریا برونم. سمین به یادگیری پیانو علاقه داشت، ولی به علت نبود پیانو در خانه و عدم توانایی مالی خانواده و از آنجا که مادرش ویولن داشت، مجبور به یادگیری ویولن شد. اما ویولن مادرش هم به علت تعمیر نامناسب صدای مناسبی نداشت و مورد تایید هنرستان موسیقی نبود. در واپسین سالهای پیش از انقلاب، یکی از مشهورترین آثار او به نام رنگین کمون شکل گرفت. این قطعه با همکاری نوازندگان ارکستر سمفونیک رادیو وین ضبط و منتشر شد. نسلی از کودکان ایرانی در آن زمان با این آلبوم بزرگ شدند و بسیاری از مراکز آموزش موسیقی به کودکان در ایران همچنان از این آلبوم بهره می گیرند. کتاب نوروزها و بادبادکها با نقاشی های نورالدین زرین کلک از دیگر آثار سمین باغچه‌بان است که از سوی شورای کتاب کودک ایران به عنوان کتاب برتر سال 1353 برگزیده شد. او در آنکارا با اولین باغچه‌بان، خواننده و پیانیست اهل ترکیه، آشنا شد و با او ازدواج کرد. سمین در 29 اسفند 1386 در استانبول درگذشت و در گورستان ایرانیان این شهر به خاک سپرده شد. بیا رنگین کمون دارم دیگه نوروز تو راه، پرست و برگشته لونه میسازه، لونش خوشه Call